با چند خبر تازه و مهم خوش آمدید. سرور دانش از طالبان خواست فدرالیسم را بپذیرند. سرور دانش معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان در مراسم اعلام موجودیت این مجمع از طالبان خواست که فدرالیسم را بپذیرند. آقای دانش افزود که با وجود اختلاف با طالبان از این گروه می خواهد که با پذیرفتن فدرالیسم بزرگترین افتخار تاریخی را به دست بیاورد. وی تاکید کرد در صورتی که طالبان نظام فدرالی را بپذیرد، این مجمع به تمام معنی و در تمام عرصه ها با طالبان همکاری خواهد کرد. آقای دانش روز شنبه در نشستی آنلاین به مناسبت اعلام موجودیت این مجمع گفت که با سقوط نظام جمهوری و تسلط طالبان، بار دیگر نوع نظام سیاسی افغانستان مورد توجه قرار گرفته است. وی تشکیل این مجمع را آغاز مبارزه فراگیر برای انسجام تمام فدرالیست ها جهت برقراری نظام فدرالیسم در افغانستان خواند و گفت که آرمان این مجمع تحقق نظام فدرال در افغانستان است. وی درباره منشور این مجمع گفت که این جریان خواهان تغییر بنیادین در قدرت است. در یک خبر دیگر، منابع محلی در ولایت بلخ میگویند که یک دختر جوان چند روز پس از رهایی از زندان طالبان در این ولایت خودکشی کرده است. منابع بر رسانه‌ها تایید میکنند که این دختر جوان روز گذشته در مربوطات ناحیه سوم شهر مزار شریف خودکشی کرده است. طالبان این دختر جوان را به بهانه عدم رعایت حجاب مورد نظر این گروه بازداشت کرده بودند. در همین حال منابع می افزایند که ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز گذشته چندین دختر را به بهانه عدم رعایت حجاب مورد نظر گروه طالبان از مناطق یلمرب و کوچه شرشره از مربوطات ناحیه های سوم و پنجم شهر مزار شریف بازداشت کردند. طالبان به خانواده های دختران بازداشت شده هشدار دادند که در این خصوص با رسانه ها صحبت نکنند. گفتنی است که این اقدام زن سیتیزونه و سرکوبگرانه طالبان تا کنون واکنش های گسترده فعالان سیاسی، منتقدان طالبان و نهادهای بین المللی را در پی داشته است. در تازه ترین مورد، کنشگران حقوق بشر افغانستان در اعلامیه از نهادهای بین المللی از جمله یونما و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد خواسته بودند تا این جرایم ضد بشری طالبان را به صورت همه جانبه مستندسازی و گزارش‌دهی کنند.